خبر فوری. فهرست اولیه اعضای کابینه در حکومت دکتر عبدالله نشر شد. دستور اشرف غنی برای اندازی تظاهرات اعتراضی در کابل. انجینران آلمانی برای تسریع روند شمارش آرا به کابل رسیدند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم می رود. و احتمال تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. فهرست اولیه اعضای کابینه در حکومت دکتر عبدالله عبدالله افشا شد. با گزارش گزارشنامه افغانستان و با نقل از رازق مامون، فهرست اولیه اعضای کابینه در حکومت دکتر عبدالله عبدالله نشر شده است. شورای عالی رهبری با حضور تمام رهبران سیاسی بر ریاست عبدالرب رسول سیاف نیز تشکیل خواهد شد. بر بنیاد اطلاعات اولیه بین تیم همگرایی و ثبات و دیگر جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح در خصوص ترکیب دولت آینده توافقات حاصل شده است. قرار است در کابینه حکومت ثبات و همگرایی وزیر دفاع، معارف، داخله و رئیس امنیت ملی در مقام‌هایشان باقی بمانند. سایر پست‌ها به صورت ذیل فهرست شده است. 1. صلاح الدین ربانی به حیث مشاور شورای امنیت ملی. 2. محمد عمر داودزی در مقام وزیر امور خارجه. 3. دکتر حمدالله محب وزیر مالیه. 4. عبدالستار سیاف وزیر فواید عامه. 5. حبیب رحمان حکمتیار والی ننگرهار. 6. همایون جریر رئیس اداره امور. 7. حاجی محمد محقق وزیر تجارت. 8. دکتر سپنتا وزیر تحصیلات عالی. 9. تاج محمد مجاهد وزیر حج و اوقاف. 10. فرامرز تمنا والی هرات. 11. رحمت الله نبیل سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد. 12. انجینر زرار احمد شهردار کابل. 13. حاجی زائر قدیر معین ارشد امنیتی وزارت داخله. 14. جنرال بابا جان لوی درستیس. 15. صفی الله قریشی والی کابل. 16. داوود کلکانی معاون اول وزارت دفاع. 17. سالم وحدت معین سیاسی وزارت امور خارجه. 18. نجیب آقا فهیم رئیس کمیسیون اصلاحات اداری. 19. دین محمد جلد معین اداری وزارت داخله. 20. تادین خان قماندان امنیه قندهار. 21. حاجی دین محمد وزیر اقوام و قبائل. 22. وحید الله سباون مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی. 23. سرور دانش وزیر عدلیه. 24. خالد پشتون والی قندهار. 25. شاه ولی کرزی رئیس تنظیمی لوی قندهار. 26. امیر اسماعیل خان رئیس تنظیمی ولایات هرات، غور، بادغیز، فرا و نیمروز. گزارش ها می گوید کابینه دولت آینده تا هنوز کامل نشده و احتمال تغییرات در این فهرست وجود دارد. همچنان گفته شده در جانب حکومت ثبات و همگرایی یک شورای رهبری تشکیل می شود که تمام رهبران سیاسی افغانستان در آن عضویت دارند و ریاست شورای رهبری دولت را عبدالرب رسول سیاف و ریاست شورای صلح را گلبدین حکمتیار عهده‌دار خواهند بود. در همین حال به نقل از گزارشنامه افغانستان و به نقل از رازق مامون، دستور اشرف غنی برای راه اندازی تظاهرات اعتراضی در کابل نیز نشر شده است. به فرمان رئیس جمهور قرار است دادگاه عالی احتمالاً به حمایت از تیم دولت ساز به صحنه بیاید. آخرین گزارش ها از کشاکش های پشت پرده انتخاباتی حاکی است که اشرف غنی به تمام والیان دستور داده که از هر ولایت 2 الی 600 نفر را به کابل اعزام کنند. هدف این است که یک اجتماع اعتراضی در حمایت از شمارش آرای غیر بایومتریک تیم دولتساز در پایتخت برا بیفتد. تظاهرات کردی نشده ظاهراً علیه تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی براه می‌افتد، اما در اصل ایجاد نوع عامل بازدارندگی یا عقب گرداندن پروسه کنونی است که تیم دولتساز را سخت ناامید کرده است. همچنان دکتر غنی به دادگاه عالی نیز دستور داده تا در مورد آرای غیر بایومتریک به نفع تیم دولتساز حکم صادر کند. در صورت تبدیل شدن دادگاه عالی به بازوی حمایتی تیم دولتساز، بحران چاق‌تر خواهد شد. در گزارشنامه افغانستان آمده است.
تیم ثبات و همگرایی بزودی در این رابطه اعلامیه نشر خواهد کرد که باید استقلال کمیسیون های انتخاباتی رعایت شود و نهادهای دولتی حق مداخله را نداشته باشند. این در حالی است که انجینران آلمانی برای تسریع روند شمارش آرا به کابل رسیدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد که دو انجینر آلمانی از شرکت دارمالوگ برای تسریع روند شامل ساختن آرای بایومتریکی به بانک اطلاعاتی کمیسیون دیتابیس به کابل رسیدند. عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی این کمیسیون، روز پنجشنبه 18 میزان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برخی مشکلات در سیستم وجود داشته و برای جلوگیری از بروز رسانی این مشکلات این انجینران با کمیسیون ها همکاری خواهند کرد. او افزود به خاطر اینکه سرور و سیستم با مشکل مواجه نشود به حالت پیشگیرانه و کارها را سرعت بدهند و مطابق پلان پیش بروند. پیش از این مولانا محمد عبدالله یک کمیشنر کمیسیون انتخابات گفته بود که اگر کار انتقال معلومات به بانک اطلاعاتی کند پیش برود، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان ناممکن است. آقای ابراهیمی همچنان تاکید کرد که برخی حملاتی را هکرها بر سیستم بانک اطلاعاتی کمیسیون انجام دادند، اما مطابق با قرارداد تامین امنیت سیستم که تمامی اطلاعات و آمار انتخابات ریاست جمهوری در آن درج است، از مسئولیت های کمپانی آلمانی دارمالوک است. او گفت که به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی از امنیت بالای برخوردار است، حملات هکرها هیچ گونه اثری روی آن نگذاشتند. پیش از این نهادهای ناظر از زمینه تقلب در کمیسیون انتخابات نگرانی کردند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، روز چهارشنبه عبده میزان به صدای امریکا گفت که اگر نظارت درست و کار بی‌طرفانه از آدرس کمیسیون انتخابات افغانستان صورت نگیرد، هنگام انتقال معلومات به بانک اطلاعاتی و کار روی نتایج آرا در سیستم زمینه تقلب وجود دارد. پیش از این برخی تکت های انتخاباتی نیز گفتند که پرسش های در مورد کار کرده بانک اطلاعاتی و شیوه افزودن معلومات در این بانک وجود دارد. از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می گوید که طبق بررسی ها آنها هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری این کشور به اندازه کافی برای پیروزی رای به دست نیاوردند. بنابراین انتخابات به دور دوم کشیده می شود. با گزارش اسپوتنیک، زبیر حبیبزاده، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا گفت که بررسی ما نشان می‌دهد که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند به اندازه کافی رای کسب نمایند تا برنده اعلام شوند. به همین خاطر انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم می‌رود. آقای حبیبزاده گفت داده های ما نشان می دهد که انتخابات در دور اول به پایان نمی رسد و به دور دوم خواهد رفت، زیرا آرا تقسیم شدند. اما حبیب رحمان ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان، می گوید که او مطمئن نیست که آیا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشانده می شود یا خیر. آقای ننگ اضافه کرد که ما تلاش خود را برای شمارش آرا انجام می دهیم. یادآوری می کنیم که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شد که در آن بر اساس ارقام ابتدایی بیش از 2 میلیون تن رای دادند. کمیسیون انتخابات اطمینان داده است که نتایج ابتدایی آرای انتخابات را به تاریخ 27 میزان اعلام می کند. با این حال چالش های تکنیکی و خدمات اینترنتی دستگاه های بایومتریک ظاهرا اعضای کمیسیون انتخابات را نگران کرده است. یک عضو این کمیسیون میگوید اگر این چالش ها به زودی حل نشود، ممکن اعلام ابتدایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر بیفتد. در مرکز گردآوری اطلاعات کمیسیون انتخابات بسته های فیزیکی 32 ولایت انتقال یافته است. این در حالی است که نهادهای ناظر بر روند انتخابات و جامعه جهانی تاکید بر شفافیت در پروسه شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات در زمان معین آن دارند. گفتنی است که روز یک شنبه نیز کمیسیون انتخابات اعلام کرد که برخی از دستگاه‌های بایومتریک ناپدید شده و کارت حافظه برخی از دیگر دستگاه‌ها نیز توسط افراد قدرتمند از این سامانه‌ها خارج شده است. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و تغییرات و تحولات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با ما همراه باشید. فراموش نکنید چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید.